دیگه چاشت ده غرمه پخلای دیگه چاشت اوله یمی. جالبترین خاطره تانه برای ما بگوین، اولین باره که آشپزی کردین، چی پخته کرده بودین و دیگه سوختانده بودین یا شور کرده بودین؟ الاخ واره قرمه کچالو پخته کردم در چاشت که میاجی گفت نا نبیار کال میرم که کچالو خوخ شده. باز آجی صاحب رفت دگه از بازار نان آمد کت خود. دکسان اوچ برگل بیش درینه بیا شاریا پینسر دیگه چاشت هر اغرمال یه ولسو تر دولسو لنبیلا محمد زی سرم مهره وی 93.5 دکسان اوچ برگل بیش. سلام خداوند مهربان، سلام و صد سلام تقدیم میکنم با تک تک شما عزیزایی که همین لحظه شنونده برنامه دیگه چاشت از 93.5 آریانا اف ام هستین. دوستای عزیز خوش آمدین، میتونین تماس بگیرین با شماره تماس 0707-935-935 و بگوین که بر چاشتی آمدگی گرفتین و کدام غذا را دوست دارین و طرز تهیهش برام بگوین. و دوستایی که به فیسبوک دسترسی دارن میتونن که آریانا اف ام 93.5 سرچ کنن و تصویری که از دیگه‌ش شیر شده را کامنت زیبا خدا پست کنن. و دوستایی که خارج از افغانستان زندگی میکنن میتونن که در گوگل آریانا اف ام 93.5 سرچ کنن و برنامه های آریانا اف ام به طور زنده شنونده باشن. میریم طرف اولین تماس. کدام دوست ما هست؟ کجا؟ الو، السلام علیکم. السلام علیکم آقای نبیل جانی، جور بخیر، غرمتین بخیر، جمیلیم در کندهار ولایت. سلامت باشین، تشکر. چاشت زیبای شما بخیر باشه آقای جمیل، روز خدا کنه که به خوبی آغاز کرده باشین. من نه خوشحال و ستاس فیض رانی خود محترم فامیل امکاران طول شد انشالله. سلامت باشین. و بخشید اشپز رو سلام و نیشا خورت سلام طول خون دورن ته سلامونه یکی احترامات بندی کنم. سلامت باشین، تشکر بسیار زیاد. آقای جمیل بر ما میگن که امروز قرار بود بر ما مربا درست کنن. نن پا تکسیم اوقات چیزه چاینی دوریجی پا خواما او بلانی پا خواما او پرون خونی مربا پا خره و تا پرون داست یادوان او خرله که بیا با سباد خیر جمیل مشت مربا پا خاکی نو اوز با دو حضرو که یو ته انتخاب که چیزه به کم خورو طریقه در سر شیری بکن. آها زنده باشین، پس امروز میخواین چاینیز درست کنین؟ کم؟ میخواین چاینیز درست کنین؟ امروز چاش میخواین چی درست کنی؟ من دست مست لیری وردی که ما یک لیری دی که تا پکشت را خبری که مرابان تو بایم که اوریجی در تو یا بولانی در تو بایم. والا بستگی به خودتان داره، دلتان مرابا درست میکنین، دلتان بولانی کدام شد درست میکنین؟ بله نن خمود بولانی پخری دی پرنو خمود مرابا پخری و سد بولانی در پخری ول در زکا در تو بایم که چاینی زوریجی در تو بایم که مرابا در تو بایم اوکی. پس امروز برنشان مربا درست کنین چون دیروز وعده کرده بودیم. پر دوار سرگون. آها زنده باشین، چشمتان ببلا. یو موسم دی اوس میوه ماشاءالله تازه میوه پرمانه دی دکندار پا ولایت کی پا هر ولایت کی بوی انشاءالله. نو ما خو نور ولایتونه په دوبی کې لیدلې په داوري کې لیدلې نه دي دلته په کندهار کې پیمانه دي. نو موږ ګرینګي چورته وای په فانسي کې نه پیژم چې چی شي ورته وای داسې جګري رنگ لري ګرینګي چې موږ ورته وای آلوگک میگن آلو سرخ دغه آلو موږ ګرینګي چورته وای دغه ما پرون 2 کیلو راوړل 2 کیلو چې راوړل دی نبیله جان یو اسانه شایسته ده چې خلاصه طریقه ما زده کړې ده. نو دا د خپل ځانه څه ما زده کړې ده دا زه په دې کې بخار کې پخوم ډېر اسانه پخیږي او ډېره شایسته خوشمزه راځي. نو دا چې مې کله پاکې ومینځلې بیا یې د خستې یا د مندکې د مابین د سبا سمه بیا یې میده میده کوم دیګې بخار کې واچوم البته دوه کیلو چې وه دوه ګیلاسه اوبه درې ګیلاسه بوره ور اچوم درې ګیلاسه بوره چې ور اچول یو ګیلاسه اوبه ور اچوم تقریبا لس منټه بخار کوم بخار چې ورکړي تیز اور نه په حرارت البته چې متوسطه واوسي.
نو دا چې مې د لس منټه لس دقیقې چې مې بخار ورکړي، بیا د بخار څه باسمه، بیا نو ښایسته خوندوره یو ښایسته جګري تروه او خوږه مربا راغلي. نو دا چې بیا کله یخ شول، سر به شول چې یخ شول، بیا یې په مرتبانو کښې اچوو، شیشه یي مرتبانو کښې البته ډېرې پاکې سوتره اوسي، په هغه کښې یې اچوو، بیا یې په یخچال کښې ږدو. د وریجو سره هم ډېر مزه کوي او سهار سهار پر ملایي باندې هم ډېر ښه خوند کوي دا مربا. او دا مربا چې موږ په دا نورو دیګو کښې پخوو، ګاز هم ډېر مصرفېږي، ډېر وخت نیسي، او په دیګي بخار کښې دستي پخېږي، ښایسته پخېږي. تاسې نبیله جانې ته یو ورځ امتحان کړه، تجربه یې کړه، چرایې یې کړه په خپل کور کښې، او اورېدونکي دې مو ښه داسې متوجه ورته په غور غوږ شي، طریقه دې زده کړي، په کور کښې دې په خپلو کورو کښې دانو ته اماده کړي، پخه دې کړي، ځکه چې د مېوه موسم دي، مېوې ماشاءالله پرېمانه دي. او نبیله جانې یو روغتیایي پیغام به هم درسره شریک کړم. بفرمایئ. نو دا چې اوس ګرمي ده، ورځ په ورځ ګرمي زیاتېږي، موږ تاسې باید ډېرې زیاتې اوبه وڅښو، خپل ځان ته ډېره زیاته پاملرنه وکړو. الوکانو انجینې د ښایسته مخ ډېر شوکیانې دي، که غواړي چې انجینې مخ صفا اوسي، شفاف اوسي، سپین اوسي، پر صحت باندې یو ګیلاس اوبه وڅښي، البته دولس ګیلاس اوبه راځي، درې لیتره اوبه، د سر درد به نه وي، بدن به ډېر چسپانده وي، مخ به روښانه سپین به وي، او یوه دانه درې دانې لیموګان په ډک نس، البته چې تکلیف یې معده نه ولري، د معدې تکلیف چې څوک ونه لري، په ډک نس باندې یو 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 دانه لیمو، ویټامین سي چې د بدن پوره وي، هغه کسان څوک ریزش کېږي هم ژر نه، مخ به هم ډېر ښایسته صفا وي، د سترګو دید به هم روښانه وي، او نو ډېر شفاف ښایسته مخ به وي، نوراني مخ به وي. اول خو پنځه وخته لمونځ دي چې موږ تاسو ته ښایست نور راکوي، دوهم قدم چې اوبه دي، په درېیم قدم کښې چې ویټامین سي ډېر زیات سرچینه لري، د الله پاک جل جلاله یو لوی نعمت دی، ویټامین سي چې دغه کیوي ډېر لري او لیمو یې لري. ګرمي هم ده، د ګرمي مخه هم نیسي، لیمو ډېر فایدهمند شی دیدرې درې دانې خورم په مخ باندې موږم. ارزان هم هست، دوستان میتونن که استفاده کنن؟ بله، لیمو مثلا هر میوه چې انجینې خوري، الوکان خوري، هغه میوه دي را اخلي، پر مخ باندې موږ دي، پر دا روی باندې پر مخ یې ومږل، پنځلس منټه بعده دي په شربت یا په یخو اوبو مخ مینځي، مخ ډېر شفاف ښایسته او روښانه وي انشاءالله. سلامت باشین آقای جمیل، تشکر بسیار زیاد، انشاءالله که دوستا یاد گرفتن و گفته یگان تا یادداشت کردن، چون بسیار هم تو سلو سلو برشان گفتیم. مالگی و غوره و دو بریت موز دیر زیاد استفاده باید و نو کدام و زیر تدی او بو تیشل بی خید دیری گتی لری از ایما دی سموی اشتیحاد سموی او بو دیری پایده منی دیر شای بی خید دینا ای تولی شد اوز که زید سفر کرتا کم یا و سهت نیست چی داغتی زد او بو سفر کرتا کم او بو چی تونه گتی لری دینا ای تا دیری گتی لری او پر دول گلاس او باید مستوسی و چی شما یاد بوده بدن پورا بیده سر در بمومین انشالله نی خب بنی او ده بدن دردنه بنی انشالله او دیر زیاد چی یخی او بنا آغا میده کم زورکی و ویرسان یا وقت سپینوی ده سر در بیا زیاده از اما اوای عادی بگیرن دیگه. بله، دیر زیاد مننه چی ما تا دی وقت را بیده سلامت باشین، نبیل جانی ده خدای پا من شو وقتونه. سلامت باشین، خسته نباشین، خدا نگه دارتون. صرف 707-935-935 شماره تماس ما هست، میتونین که تماس بگیرین و دوستایی که به فیسبوک دسترسی دارن میتونن که آریانا افم 93.5 سرچ کنن و تصویری که از دیگه چاش شیر شده را کامنت های زیبای خود پست کنن. الو، سلام علیکم. بله، سلام علیکم. خواه اگر دیدم بعد از چاشتان بخیر. سلامت بخیر. سلامت باشین، تشکر، چاشت زیبای شما بخیر، اسمتان از کجا هم کلام؟ تشکر زمین، سلامت داشت خواهر دید و ما همکار همشگی هست و ممنون شما معرفی کنید. همکار همشگی ما مصطفی محمدی، خوش آمدین در برنامه خودتان، بر ما بگین که برای چاش چی آمدگی گرفتین؟ تشکر از شما، بر چاش اگه بخیر بادنجان اصلی آماده کرد و جای شما و جای همکارا شما خالی. سلامت باشین، بادنجان سیاه را باز برانی آماده کردین یا همونطور قرمه درستش کردین؟ خب قرمه دیگه نه، به داخل دیگ بولانی آماده کردین. برانی آماده کردین، زنده باشین، تشکر از اینکه تماس گرفتین برادر عزیز. اگر کدام گفتنی دیگه نداشته باشین، بانجان سیارم که آماده کردین، نوش جانتان باشه، اوقاتتان خوش، خود نگه دار. تشکر از شما. خوب اگر اجازه شما باشه همی بولانی را برای شما آماده میدم. آها بفرمایین. زنده سلامت باشین. بادنجان سیاه، روغن را به داخل دیگ می اندازنیم، که به داخل دیگ انداختیم روغن، اما گرجه را هم اما
روغن یک جا میدید که یک جا کردید تا 20 دقیقه 15 دقیقه که خوب داغ شد و بعدش بادنجان سیاه را داخل دیگ می اندازده که به داخل دیگ بادنجان سیاه را انداختیم تا 20 دقیقه 15 دقیقه خوب آتش و یا گازش را بیشتر نکنیم که تا که نفوزد تا 15 دقیقه خوب آماده شد و بعدش نوش جان میکنیم بسیار جزای خوب آماده میشه و فراموش نشود که نمک را هم که انداختیم بعد نوش جان میکنه. تمام، زنده باشین، تشکر از اینکه طریقش را گفتین. اگر کدام گفتنی دیگه نباشه اوقاتتان خوش، خدا نگهدار. تشکر از شما. خوب اگر اجازه شما باشه که سلامات خدا تقدیم کنه که باید بفرمایی؟ گیله مینه. آها بفرمایی. دیگر سلام به شما، سلام به همکار تخنیک، سلام به آفر جان، سلام دیگر به تمام شنوانده عزیز رادیو آرانا که من آرانا صدای مرد فرنکان سی 93.5 FM شنوانده هستند. سلامت باشین، اوقاتتان خوش، خدا نگهدارتان. الو، السلام علیکم. بله، السلام علیکم. السلام علیکم، چاشت زیبای شما بخیر. اسمتان از کجا هم کلام؟ چاشت زیبا مقبول قشنگی نگلا جان نازنین بخیر. سلامت باشین آقای دلاور، بسیار زیاد تشکر، خوش آمدین در برنامه خودتان. بر ما بگین که بر چاشت چی آمادگی گرفتن تا نوش جان کنین یا خبر ندارین؟ زنده و سلامت باشید دیگه عزیز. خبر ندارم که امروز چون خبر دارم امروز دیگه یک ذره برنج و مثلا لوبیاس دیگه در خانم خبر دارم ندیگه جا. خب تصمیقات خانم خبر دارین که چی هست؟ در خانم خبر دارم که امروز نام خدا خانه پر از میوان است. خانم خدا دیگه برای خانه یک ذره یک از برنج صافکی میگنی نه دیگه برنج صافکی پخته کرده امروی گوشت باری داردائش دیگه برای یک درگه دور از برنج یک درگه یک سلاته است و رنگ است و پابی از او نوشابه و چیزا دیگه ترکاری و مثلا نمی چیزا هستم دیگه. من بیشتر معلومات هم گرفتم دیگه تقریبا به حدود یک 15 نفر هستم دیگه یک سیر برنج وری دیگه در مخانه بسیار خوب نوشه جان که میکنه که نمیکنه بالاخره دیگه اونو برنج اول دیگه میندازه جوش میگنم بعد از اون برنج یکی جوش داد دیگه همیش زیدا میکنه و بعد از اون همی بوره و مثلا روغم یا را فرخ میکنه باز بوره در اگه دفعی برنج میندازه دیگه باز اونو را میگیره دیگه سرش سرکوش میکنه و سر گاز میمانه که پاپیو دم بخاره وقتی که دم گرفت که دیگه 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 بازم با دیگارداش دم زیرش میمانه و باز دیگه همراه از این قرنه گوشت مثلا کچالو و چیزا را گیرگانه پخته میکنند و باز دیگه برای میمانا میگره دیگه و چاش اونون رو جان میگره کبر نداره که داده یک تیلی در همه شن میمانه و چی در همه پاکران میمانه مثلا اونون نان خود کار برای نگله جان. آه زنده باشین آقای دلاور، تشکر بسیار زیاد. سلامت باشید دیگه، سلام تقدیمی که با تمام خوارا و برادرها. سلامت میمان دوست خداست. بله خداست. بله ما برای شما توفی کردم میمان همیشه از جل سه میکنیم که قدر جل ما شما را پرورده بردیم. آها زنده باشین، تشکر، خدا نگه دار. زنده و سلامت، خدا نگه دار. گفته آقای دلاور مهمان دوست خداست و وقتی که میاین مهمان خانه باید میگم نان پیاز باشه اما با پیشانی باز باشه، یعنی باید آدم بسیار لطفه خوش کنه. الو، السلام علیکم. السلام علیکم، خواهر گلم خوب جور بخیر نبیلا جان. سلامت باشین، تشکر، چاشت زیبای شما بخیر، اسمتان از کجا هم کلام؟ چاشت شما بخیر، خودکت خوب هستی بخیر، سلامت هم کارا هم میگه خوب هست. سلامت باشین، همه گه خوب هستن، بدوهای شما، اسمتان از کجا هم کلام؟ همکار زمینتون هارون اسلمی به شما کلام از کوتی سنگی. آرون اسلمی از کوته سنگی، خوش آمدین در برنامه. آرون جان بر ما میگن که برای چاش چی آمدگی گرفتن؟ بچه های دیگر شب در شبه خانه بودم دیگه صبح ما یک تر آمدم آمدیم که برخ رفت اصاب بیرا شدن که باشی از شما اعتماد گیرم دیگه باش باز خانه نرمیم که چی خبر ندارم که چی آمد کردن. خب خانه در کوته سنگی است یا کدام دکان دارین؟
نه دیگه دکان داریم فیلم خانه هستم. بسیار خوب، از چاشتم خبر ندارین که براتون چی آمادگی گرفتن. سلامت باشین، تشکر از اینکه تماس گرفتین برادر عزیز. چاشتم که ان غذا آماده کردن، نوش جانتان باشه. اگر کدوم گفتن دیگه نداشته باشین، اوقاتتان خوش، خدا نگهدار. 0707-935-935 شماره تماس ما هست، میتونه که تماس بگیرین بگوین که برای چاش چی آمادگی گرفتین و مثل که آقای دلاور و آقای جمیل از قندهار و خانم نیایش میگن طرز طریقی غذا را شما میتونین که ترسایش بگوین و دوستایی که بلد نیستن بلد شوند. و دوستایی که خارج از افغانستان زندگی میکنن میتونن که در گوگل آریانا افم 93.5 سرچ کنن و برنامه های آریانا افم به طور زنده شنونده باشن و همچنان میتونن که کامنت زیبای خودم پست کنن و در برنامه هم میتونن که خارج از افغانستان تماس بگیرن. صرف 707-935-935. و بگوین که در کدام ولایت هستین و مشهورترین غذای همون ولایت چی هست. مثلا در ولایت مزار شریف ازبکی پلو زیادتر مشهور است، یعنی تامینجام که در کابل هم کسی که هست پرسان که میکنن یکان جایی که میرن باید میگن قابلی ازبکی آماده کردیم، چون هر ولایت از خود یک غذای مشهور داره. الو، السلام علیکم. علیکم السلام، خوش بخیره. سلامت باشین، تشکر. چاشت زیبا شما بخیر. اسمتان از کجا هم کلام؟ از ولایت فرا. از ولایت فرا خوش آمدین در برنامه. بر ما بگین که برای چاشت چی آمادگی گرفتین؟ زنده باشین، چاشت اگه بامیه. برای چاشت بامیه آماده کردین، باز آشپزی را خودتان کردین یا اعضای فامیل؟ نه اعضای فامیل، مادر جانه. مادر جانتان آشپزی کردن. باز خودتان آشپزی را بلد هستین؟ گاهی وقت آشپزی میکنین؟ نه والا، فقط تخم مرغ و کچالو. همین تخم مرغ و چپس یاد دارین دیگه؟ بله فقط. زنده باشین، تشکر از اینکه تماس گرفتین. مادر جانم که بامی آماده کردن، نوش جانتان باشه. اگر کدوم گفتین دیگه نداشته باشین برادر عزیز، اوقاتتان خوش، خدا نگهدار. همچنان زنده باش، خدا سلامت، خدا نگهدار. سلام، السلام علیکم. السلام علیکم برانی خوری. السلام علیکم، چاشت زیبای شما بخیر. من نه استادم دخواست کردم خیر، فدیگه دیگه رو بازور یا خیر استادم بدی پیش کنم. سلامت باشین، قربانتان، تشکر. اسمتان از کجا هم کلام؟ من نه خوزیان دروبا کوچه. دروبا کوچه خوش آمدین در برنامه. دروبای عزیز بر ما میگن که برای چاش چی آمدگی گرفتن؟ من نه چاش تا میوریز بختری دی. بسیار خوباش، بزیر خودتان کردین یا مادر جان؟ آها، بسیار خوب، سلامت باشین دروبای عزیز. از این که تماس گرفتین دیگه نوش جانتان باشه. اگر کدوم گفت من نکسته اجازه بدین فرامون بفرمایید. نظر تفه من سلامونه نکم بیا جلال خورت پدیلی چه پرونی ترش. سلامت باشین، تشکر بسیار زیاد، اوقاتتان خوش، خدا نگهدار. من خوبه، خدا نگهدار. صرف 707-935-935 و دوستان عزیز، هوا به عد و اندازه گرم شده، بخصوص در مزار شریف، قندهار، ننگرهار هوا زیاد گرم است. دوستان میتونن که زیادتر از لیمو استفاده کنن، به خاطر که لیمو هم فصلش است و هم ارزان شده، یعنی میتونین زیادتر شربت لیمو نوش جان کنین، سلاطه آلوبالو نوش جان کنین، به خاطر که هم گرمی زیاد آدم از اشتها میمونه و هم زیادتر مریض میشه. و دوستای عزیز، همین مرض اسهالات که به اطفال آمدم، میتونن که زیادتر طفل خود از امو گرمی و بیرون رفتن هفته و اینا مراقبت کنن، به خاطر که چون کلان طاقت مریضی رو نداره، طفل اصلا نداره، زیادتر کوشش کنین که همون چیزای سرد برای طفلایتان بتین. 0707-935-935 شماره تماس ما هست، میتونین که تماس بگیرین و بگین که برای چاشتی آمادگی گرفتین، کدام غذا را دوست دارین، میتونین که طرز تهیهش یاد بر ما بگین. و بعضی از دوستا هستن که غذاهای خارجی را بلد هستن، میتونین که طرز تهیهش بگوین تا دیگه دوستایی که یاد ندارن یاد بگیرن.
چون اگه شما ترسه ایشا بگوین باز بعض دوستایی که یاد ندارن میتونن که یک قلم و یک کتابچه پیش خود بگیرن و یادداشت کنن و فردا میتونن امور آماده کنن. صرف 7-9-3-5-9-3-5 شماره تماس ما هست. و دوستایی که به فیسبوک دسترسی دارن میتونن که آریانا FM 93.5 سرچ کنن و تصویری که از دیگه چاشت شیر شده را کامنت از زیبای خدا پست کنن و بگوین که بر چاشت چی آمدگی گرفتن. دوستایی که خارج از افغانستان زندگی میکنن میتونن که کامنت از زیبای خدا پست کنن و در گوگل آریانا FM 93.5 سرچ کنن و برنامه های آریانا FM آنلاین هم شرمنده باشن. الو، سلام علیکم. بله سلام خارجی، خوب هستید؟ سلامت باشین، تشکر. چاشت زیبای شما بخیر. اسمتان از کجا هم کلام؟ چاشت شما بخیر. فرشته هستم از ولایت فرا. فرشته عزیز از ولایت فرا، خوش آمدین تا برنامه. فرشته جان بر ما میگن که برای چاشت چی آمدگی گرفتن؟ برای چاشت امروز قرمه کچالو آمده کردین. آشپزی را خودتان کردین؟ بله خودم کردم. بسیار خوب. برانی کچالو پخته کردین یا تو قرمش کردین؟ نه خیر، امروز تنها قرمه کچالو پخته کردیم. خواهی امروز تنها قرمه کچالو پخته کردین و در وسطش اطمان دیگه در پلوش گفته یا قاید دلاور بادیگاردهش هست که یا ترکاری یا دو به خاطر که هوا دیگه یک قدر گرم است که دیگه هوا زیاد گرم شده و بدون سلات و دو اصلا غذا خوردن نمیشه. سلامت. دیگه باز فرا دیگه گروسی رفت دیگه، تو گرم است که دیگه در بیرون خویی طاقت نمیشه. ولایت فرام گرم است. با زیادتر مردم فرا کدام غذا را زیادتر نوش جان میکنن؟ کدام غذای مشهور دارن؟ غذای مشهور دیگه نمیفهم دیگه چی رقم بگویم. زیادتر ما خودم زیادتر دیگه کباب دیگه دوست کنم دیگه. دوستم دارم و اولادای ما زیاد دوست دارم. بسیار خوب، کباب دیگه را دوست دارن. ادمن همینطور خوبش آماده میکنین دیگه؟ بله دیگه، چی بگم، خودم تعریفی غذای خود نمیتونم بکنم. زنده باشین، تشکر از اینکه تماس گرفتین. تشکر از شما هم خواهر عزیزم. اگر کدام گفتنی دیگه نداشته باشین اوقاتتان خوش. خدا نگهدار. زنده باشین. خدا نگهدار. خدا نگهدار. صرف 7-9-3-5-9-3-5 شماره تماس ما هست. میتونین که تماس بگیرین و بگین که برای چاش چی آمدگی گرفتین و کدام غذا را زیادتر دوست دارین. و دوستی که خارج از افغانستان زندگی میکنن میتونن که در گوگل آریانا FM 93.5 سرچ کنن و برنامه های خوب آریانا FM به طور زنده هم شنونده باشن. الو، سلام علیکم. سلام علیکم. سلامت باشین، چاشت زیبای شما بخیر. اسمتان از کجا هم کلام؟ چاشت زیبای شما هم بخیر. سلامت باشین، اسمتان از کجا هم کلام؟ اسم ما متقاعد دگروار ظلمه از بگرامی. دگروار ظلمه از بگرامی کابل، خوش آمدین در برنامه. دگر واسه بر ما میگین که برای چاشت چی آمدگی گرفتن تا نوش جان کنن؟ ما خودیم خوامدگی نگرفتیم، خانه به خیالیم گوشت بختم. خانه فکر کنیم به خیالتان قرمه گوشت بخته کردن اما تو رز؟ جانه. آها، باز شما آشپزیرم بلده هستین؟ گاهی وقتا آشپزی میکنین؟ آشپزی خوبی خیلی ماهر هستم. بسیار خوب، باز کدام غذا را زیادتر و خوشمزه تر آماده میکنین؟ انیاره کرا که تو میلی قرمه گوشته؟ قرمه گوشت هم میتونین. آها، قرمه گوشت هم میتونین و امی چاینیز هم میتونین آماده کنین؟ چی رسه؟ چاینیز یا غذای چینایی است؟ نه سر، نمیتونم. بسیار خوب، سلامت باشین از اینکه تماس گرفتین. قرمه گوشت هم که فامیل آماده کردن نوش جانتان باشه. اگر کدوم گفتنی دیگه نداشته باشین اوقاتتان خوش. خدا نگهدار. اوقات شما هم خوش باشین. سلامت باشین، خدا نگهدار. صرف 7-9-3-5-9-3-5 شماره تماس ما هست. میتونین که تماس بگیرین و بگین که پر چاش چی آمادگی گرفتین. الو، سلام علیکم. بله سلام. سلام علیکم، چاشت زیبا شما بخیر. چاشت شما بخیر.
سلام. سلامت باشین. تشکر. اسمتان از کجا هم کلام؟ فرشته هستم از هرات. فرشته جان از هرات خوش آمدین در برنامه. فرشته عزیز بر ما میگن که بر چاش چی آمدگی گرفتن دانش جان کنن؟ مادرم خود خوارم امروز زمان خانه ما برم سلام برم گوشت. برنج و گوشت آماده کردین و نوش جانتان باشه. آشپزی رو باز آشپزی رو مادر جان همشیرتان کردن؟ نه خودم کردم. خب آشپزی رو خودتان کردین. باز کدام غذا رو خوبتر آماده کرده میتونین؟ لوبیا رو خیلی خوب آماده میکنم. لوبیا رو خوب آماده میکنین. باز کیچری رو هم تو خوب آماده کرده میتونین؟ بله. گفتم کیچری رو هم تو خوب آماده کرده میتونین؟ بله. بسیار خوب. ما کدام غذا رو بیشتر دوست داری؟ ما کدام غذا رو میتونم آماده کنم؟ بسیار لوکس پخته میکنی. بسیار لوکس. امی برنج دم داده را چون دخانه ما برنج در دیگ بخار دم داده میخورن، در دیگای هادی نمیخورن. با او خاطر باز در دیگ بخار پخته میکنیم برنج. او هم آسان است و هم خوشمزه درست میشه. زنده باشین. تشکر از اینکه تماس گرفتین. دیگه نوش جانتان باشه. اگر کدوم گفتنی دیگه نباشه اوقاتتان خوش. خدا نگهدار. خدا نگهدار. الو سلام علیکم. سلامت باشین. چاشت زیبا شما بخیر. اسمتان از کجا هم کلام؟ از هرات زیبا با ما تماس گرفتین و خوش آمدین در برنامه خودتان. بر ما بگوین که بر چاش چی اومدگی گرفتین تا نوش جان کنین؟ برای جان چاش خواسته میره. زنده باشه. نوش جانتان باشه. اگر کدوم گفتنی دیگه نداشته باشه اوقاتتان خوش. خدا نگهدار. یک وقفه کوتاه میریم. بعد از شنیدن وقفه ادامه برنامه دیگه چاشتا فراموش نکنین. موج 93.5 آریانا FM. ویلکم بک. 93.5 ادامه برنامه دیگه چاشت. الو سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. چاشت زیبا شما بخیر. اسمتان از کجا هم کلام؟ علیکم سلام. چاشت زیبا شما بخیر. سلامت باشین. تشکر. خوش آمدین در برنامه. نمک زیبا از کجا هم کلام؟ خوش باشین. فیروزه هستم از ولایت غزنی. خوب هستی همکار؟ خوب هستی؟ سلامت باشین. قربانت فیروزه عزیز. همگی خوب هستم. فیروزه جان بر ما میگن که ولایت غزنی هوا گرم است یا سرد؟ متاسفانه که امروز تماس فیروزه جان اصلا با پایان نمیرسه و تماسشان قطع میشه. دوستای عزیز وقتی که تماس میگیرین کوشش کنین موقع درست انتخاب کنین تا تماستان قطع نشه. الو سلام علیکم. بله سلام. سلام علیکم. چاشت زیبا شما بخیر. سلامت باشه. شما خوب هستید؟ تشکر. زنده باشین. اسمتان از کجا هم کلام؟ عایشه هستم از ولایت زابل هم کلام. عایشه عزیز از ولایت زیبای زابل خوش آمدین در برنامه خودتان. عایشه جان بر ما میگن که بر چاش چی اومدگی گرفتن؟ بامیه پخته کردیم. امروز بامیه پخته کردین. باز این بامیه را کی پخته کرده؟ بله؟ گفتم بامیه را کی پخته کرده؟ خودتان یا مادر جان؟ نه خودتان. دیگه اما تو دمو آشپزی خوب سعی لایق هستین دیگه اما تو راست؟ بله. باز کدام غذا را عایشه جان بتانین که اما تو خوشمزه آماده کنین؟ امی قرمه را قرمه و چیزای دیگر رو میتونین کمی تو خوشمزه آماده کنین. تشکر از اینکه تماس گرفتین عایشه عزیز. با میارم که آماده کردین. نوش جانتان باشه. اگر کدوم گفتنی دیگر نداشته باشین اوقاتتان خوش. خدا نگهدار. الله نگهدار. خدا نگهدار. 0707-935-935 شماره تماس ما هست. میتونین که تماس بگیرین و بگوین که برای چاشتی اومدگی گرفتین و کدام غذا رو دوست دارین. میتونین ترسایش بگوین و دوستایی که تماس میگیرنم یک موقع درست بر خاطر انتخاب کنن تا تماسشان قطع نشه. الو سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. چاشت زیبا شما بخیر. شما ممنون. سلامت باشین. اسمتان از کجا هم کلام؟ بینه وفا شر مزار شریف. مینا جان وفا شهر زیبای مزار شریف خوش آمدین در برنامه. مینا جان بر ما میگن که بر چاش چی آمدگی گرفتن؟ ما بر چاش شوربا آمدگی گرفتن. برای چاش شوربا آماده کردین. آشپزی را باز کی کرده؟ آشپزی را خانم بیادر کرده. آشپزی را خانم برادرتان کردن. باز دیگه ما تو رو گفتی اگان تا شوربای تند تیز آماده کردن. بله
غذاهایش تند است چون امی من ایفا من مرش زیاد دوست دارم یه ای که راستی امو غذاهای تند مزه میده مزه خوب میده بازی خانم بیا دارم بسیار خوش دارم این مرش بسیار خوب میفهمن که مزه دار میایه دیگه باز در پالش حتما کدام سلاته یا کدام گلاس دوغ آماده کردن هر دوش ما آماده گرفتیم خب سلاته و دوغ شما آماده کردین بله باز در دوغ مرچ تازه هم ریزه کردین یا نه دیگه همون شربا که تند از بسش است نه بس هست تا تونی یک چای نمیشه زنده باشین تشکر امینه عزیز از اینکه تماس گرفتین نوش جانتان باشه اگر کدوم گفتین دیگه نداشته باشین اوقاتتان خوش خدا نگهدار تشکر زنده سلامت باشین میتونم سلام تقدیم کنم هزار دفعه بفرمایید سلام به شما هم سلام به همکار تکنیک سلام به تمنا جان رویا جان و دیگه خدا فرستا دیگه از الفتایا سلامت باشین خدا نگهدار خدا نگهدار صرف 77-935-935 دوست عزیز هوا زیاد گرم شده به اون خاطر هیچ بدون دو غذا خورده نمیشه دوغ هم کمتر یخ خوب باشه و دیش مرشم ریزه کنی بخیم از همی تنو سلام علیکم و علیکم بخیر هستین جان تانجور خوب هستین سلامت باشین تشکر چاشت زیبا شما بخیر اسمتان از کجا هم کلام امامدین هستم از تخارم کلام شدم امامدین از تخار خوش آمدین در برنامه امامدین بر ما میگن که بر چاشتی آمدگی گرفتن این چاشتی یک شوربای نازنین آمدگی کردیم چطور این دیگه خب با چاشت یک شوربای نازنین آماده کردین باز همین شوربای نازنین کی آماده کرده خودتان یا از فامیل از فامیل آماده کرده بسیار خوب نوشه جانتان باشه تشکر از اینکه تماس گرفتین اگر کدوم گفتنی دیگه نداشته باشه این اوقاتتان خوش خدا نگهدار خدا حافظتان خدا حافظ. سلامت خدا نگهدار چون دوست عزیز خدا آدم کاشپزی کنه باز میگه این یک غذای مزدار آماده کردیم باز امام الدین هم که گفت شوربای نازنین من گفتم حتما خودشان آماده کردن صرف 707-9355 شماره تماس ما هست میتونین تماس بگیرین الو هست سلام علیکم سلام سلام علیکم شاش زیبا شما بخیر سلام علیکم خانم دخترم خوبستی سلامت باشین تشکر تمنای عزیز چاشت زیبا و مقبول شما بخیر باشه تشکر زنده باشه چاشت مقبول خاطم بخیر باشه قربانت همگی به دعای شما خوب هستن تمنای عزیز بر ما میگن که بر چاشتی اومدگی گرفتن سلام بچه من خانه نیستم به خدا که دایی ما رو کل شده میمانی گشتین و در سرخانه تانه دم گفته یک آتا دم میخ بند کدین امروی دوستایتان بیرون آمدین و غذای چاشت در بیرون نوش جان میکنین تشکر تمنای عزیز از این که تماس گرفتین در برنامه خودتان دیگه نوش جانتان بشه و براتان تایی تایی قبلی قردار پاسم خانت راستم فردا بخیر بزرگ تایی شمایی آها زنده باشین حتما چرا نه براتان خوش بگذره تشکر از این که تماس گرفتین اوقاتتان خوش خدا نگه تشکر من خواستم سبای مقصود داشتم قربانه دیگه سلام تقدیم باشه به همکار تخلیقی شما تشکر برای جان جلالی هم سلام تقدیم باشه دیگه وقتت خوش با ما سلامت باشین خدا نگهدار دوستای عزیز در لحظات آخر برنامه رسیدیم تشکر میکنم از تک تک شما عزیزی که تا لحظات برنامه با ما همراه بودین و هم کلام بودین دیگه یک تشکری خاص هم میکنم از آقای جمیل و آقای دلاور که ترس دقیق غذاها رو میگن و دوستا یادداشت کنن تا فردا که بازم در خدمت شما خوبان قرار میگیرم تمام شما عزیزا با خداوند پاک و بی‌نیاز امانت میکنم الله حافظ و نگهدارتان